محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 20 است. در لکچر 20 ما توابع بی نهایت بزرگ و شما معرفی میکنم. توابع بی نهایت بزرگ. ما شما در توابع بینایت کوچک موضوع را درست فهمیدیم که چه زمان یک توابع بینایت کوچک گفته میشه، حال توابع بینایت بزرگ ما اتو تعریفش میکنم. میگیم که توابع اف اکس در نقطه اکس صفر بینهایت بزرگ گفته می شود، در صورتی که لیمیت امی اف اکس مساوی و لایتنایی باشه، در صورتی که اکس به طرف اکس صفر تقرب کنه. اینی تعریفش است. اگر تابع اف اکس در نقطه اکس صفر ما بینهایت بزرگ زمانی گفته میتونیم که وقتی که لیمیتش بگیریم لیمیتش بینهایت شود. و مثال های زیادی رو میتونیم در این قسمت نوشته کنیم. مثلا مثال های توابع بینهایت بزرگ که کدام تابع ها رو ما بینهایت بزرگ گفته میتونیم. مثلا یک، اگر من نوشته کنم که اف اکس مساوی به یک بر اکس در نقطه x مساوی صفر، یک تابع بینهایت بزرگ است. زمانی که لیمیت زیر بگیریم x به طرف صفر تقرب کنه، در صورت اینمی کسر به کجا میره؟ به لایتنایی میره. یا مثلا نوشته کرده میتونیم که fx مساوی به x مربع جمع 4 بر x منفی 2، در صورتی که x مساوی به چه باشه؟ 2 باشه. اینی تابع به نهایت بزرگ گفته میشه. زمانی که x 2 شوه، در او صورت این کسر به کجا میره؟ به طرف لایتنایی میره. یا مثلا میتونیم بگیم که تابع اف اکس مساوی مثلا یک بر کوساین اکس، در صورتی که اکس ما پای بر 2 باشه، در نقطه اکس مساوی پای بر 2 که کوساین پای بر 2 صفر میشه، یک بر صفر تابع به لایتنایی میره. این تابع بینهایت بزرگ است. یا مثلا میتونیم بگوییم که اف اکس مساوی به طور مثال یک بر یک منفی کوساین اکس مساوی صفر که کوساین صفر یک است، یک به یک خلاص میشه، کسر بلای تمایی میره. اینها مثل ازی توابع زیادی هستند که اینا توابع چی هستند؟ توابع بی نهایت بزرگ گفته میشن. و توابع بی نهایت بزرگ، چند تا خاصیت توابع بی نهایت بزرگ ما نوشته میکنم. ببینین خواص توابع بی نهایت بزرگ، که خواصی توابع بی نهایت بزرگ یا توابع بی نهایت بزرگ کدام خاصیت ها را داراستند؟ یک، اگر توابع اف اکس در نقطه اکس صفر فرض کنیم بی نهایت بزرگ باشد، بی نهایت بزرگ باشد، پس معکوسی از این که یک بر اف اکس هست، ای در نقطه اکس صفر بی نهایت کوچک است. یعنی اگر یک تابع در یک نقطه بی نهایت بزرگ باشه، باز معکوس این تابع که یک بر اف اکس هست در امین نقطه بی نهایت کوچک است. برعکس از این، باز اگر یک تابع اف اکس در اکس صفر بی نهایت
کوچک باشد، سرچپیش که یک بر اف اکس است بی نهایت بزرگ، بزرگ در نقطه اکسفر است. یعنی ایو ای معکوس یک دیگه هستن. اگر یک تابع بی نهایت بزرگ داشته باشیم، معکوسش بی نهایت کوچک است. اگر یک تابع بی نهایت کوچک داشته باشیم، معکوسش بی نهایت چی است؟ بزرگ است. و خاصیت دیگه هم ای است که در توابع بی نهایت بزرگ اگر دو توابع بی نهایت بزرگ داشته باشیم، اف یک اکس و اف دوی اکس در نقطه اکس صفر بی نهایت بزرگ باشند، با در این صورت حاصل جمع حاصل تفریقشان اف یک اکس جمع اف دوی اکس یا حاصل تفریقشان در نقطه یک صفر حتمی نیست که به نهایت بزرگ باشد. یعنی این میتونه که ایه به نهایت بزرگ نباشد، یعنی به نهایت بزرگ نیست. اما در توابع بی نهایت کوچک و یاد داشته باشیم، وقتی که دو توابع بی نهایت کوچک داشتیم، حاصل جمع حاصل تفریقشان نیز بی نهایت کوچک بود. اما در اینجا زمانی که دو توابع بی نهایت بزرگ داشته باشیم و اینا را جمع کنیم یا تفریق کنیم، و در این صورت باز بی نهایت بزرگ نیست. که ما در این رابطه مثال کار میکنم، قبل از مثال یک خاصیت دیگرم نوشته میکنم که اگر اف اکس در نقطه یک صفر بی نهایت بزرگ باشد، و یک تابع محدود هم داشته باشیم، فرض میکنیم که جی اکس ما هم یک تابع محدود باشد، و حاصل ضرب اینا که اف اکس ضرب تابع محدود است، ضرب تابع محدود، این حاصل ضرب چی است؟ بی نهایت بزرگ است. که ضرب یک تابع بی نهایت بزرگ، ضرب یک تابع محدود یا یک عدد ثابت همیشه بی نهایت بزرگ است. و در این رابطه من دو مثال کار میکنم، فرض میکنیم مثال یک کار میکنم. مثال یک فرض میکنم که اف یک اکس ما مساوی با جذر اکس جمع یک باشه، و اف دوی اکس ما مساوی با منفی جذر اکس باشه. در صورتی که اکس به طرف لایتنایی تقرب کنه، هر دوی از این توابع بی نهایت بزرگ هستند. اگر باز ما اینا را از حاصل جمعش لیمت بگیرم و بگویم که لیمت حاصل جمعش، یعنی اف یک اکس جمع اف دوی اکس که اکس به طرف لایتنایی تقرب کنه، مساوی به لیمت قیمت های شده جایش بانم جمع یک منفی جتر اکس، اکس به لایتنایی تقرب کنه و این ضرب مزدوجش کنم، مخرجش یک است، مساوی به لیمت اکس به طرف لایتنایی تقرب کنه، ضرب مزدوج یعنی جذر اکس جمع یک منفی جذر اکس
ضرب جذر x جمع یک مثبت جذر x بر جذر x جمع یک مثبت جذر x. علامه مثبتش هم به صورت ضرب کردم هم به مخرج مساوی لیمیت صورت ای منفی وی ضرب ای مثبت بی یا ایکس منفی وای ضرب ایکس جمع وای ایکس مربع منفی وای مربع جذر ایکس جمع یک کل مربع منفی میشه جذر ایکس هم کل مربع بر جذر ایکس جمع یک جمع جذر ایکس مساوی میشه با لیمیت x به طرف لایتناهی و x جمع یک این مربع به جذر خلاص میشه اینی هم خلاص میشه این هم خلاص میشه به جذر و میشه منفی x مخرج میشه جذر x جمع یک جمع جذر x این هم به این خلاص میشه مساوی میشه به لیمیت x و طرف لایتناهی یک بر جذر x جمع یک جمع جذر x. کل ما شما میفهمیم که ای لایتناهی میشه و ای کسر به طرف صفر میشه و جواب مساوی میشه به صفر. یعنی در حقیقت دو تابع به نهایت بزرگ گرفتیم و از این دو تابع حاصل جمع شد لیمیتش محاسبه کردیم مساوی به لایتناهی نشد مساوی صفر شد. پس از اینجا نشان میده که اگر حاصل جمع دو تابع بی‌نهایت بزرگ همیشه بی‌نهایت بزرگ نیست، میتونه که حتی بی‌نهایت کوچک هم باشد و یا میتونه که بی‌نهایت کوچک هم به طور مثال نباشد. و همچنان ببینین یک مثال دیگر هم کار میکنم. فرض میکنم که اف یک اکس مساوی به جذر اکس مربع جمع اکس مثلا جمع یک و جی اکس یا اف دوی اکس مساوی به منفی اکس باشه. به طور مثال اگر اکس به لایتناهی تقرب کنه هر دوی از اینا تابع به نهایت بزرگ هستند. اگر من لیمیت حاصل جمع از اینا رو پیدا کنم اف یک اکس جمع اف دوی اکس، اگر این رو پیدا کنم که اکس به لایتناهی تقرب کنه مساوی می شود به لیمیت x به طرف لایتناهی ببخشید حاصل جمع که عبارت است جذر x مربع جمع x و جمع یک است منفی x است. باز هم ضرب مزدوج می کنیم مساوی می شود به لیمیت x به طرف لایتناهی صورت که ضرب علامه مثبتش کنیم طبیعی است که جذر x مربع جمع x جمع یک منفی x ضرب جذر x مربع جمع x جمع یک منفی x مثبت x مزدوج صورت ضرب در مخرجش x مربع جمع x جمع یک و جمع x علامه مثبت هم به صورت ضرب کردم هم به مخرج a منفی b a مثبت b مساوی میشه به لیمیت x به طرف لایتناهی جذر مربع منفی x مربع جذر مربع مربع و جذر خلاص x مربع مثبت x مثبت یک x مربع مثبت x مثبت یک منفی x مربع منفی x مربع بر مخرج جذر
اکس مربع جمع اکس جمع یک مثبت اکس مربع این حالت به خود میگیره و ای بایی خلاص میشه مساوی میشه به لیمیت اکس ما به طرف لایتنایی اکس جمع یک مخرج اکس مربع جمع اکس جمع یک جمع اکس جمع افا میخوایم جمع چی؟ جمع اکس اینیو بالاخره و در اینجا اگر ما صورت و مخرج تقسیم اکس کنم که اکس دا بلندترین تاوان در صورت و مخرج یک است یک اگر تقسیم کنم مساوی به لیمیت اکس به طرف لایتناهی اکس تقسیم اکس یک یک تقسیم اکس یک تقسیم اکس این را هم تقسیم اکس این قسم اکس مربع جمع اکس جمع یک تقسیم اکس این هم تقسیم اکس یک اکس تقسیم اکس یک این را زیر و زیر اگر من زیر یک جذر بگیرم خیلی این را یک جذر میگیرم این را مربع نشته میکنم که با مربع جذر خلاص که پس تقسیم اکس حالت بیشتر به خود بگیره باز این را میتونم این جدا تقسیم از این جدا تقسیم از این جدا تقسیم از این اگر این کار کنم یکس مربع جدا تقسیم اکس مربع یک اکس جدا تقسیم اکس مربع یک بر اکس مربع خیلی تو نشته میکنم نشته میکنم که یک جمع یک بر اکس جمع یک بر اکس مربع آل لیمیت میگیرم لیمیت خاصیت لیمیت هست که لیمیت صورت جدا لیمیت مخرج جدا لیمیت یک جدا یک بر اکس جدا لیمیت یک بر اکس صفر میشه که اکس بالای تنهایی بره پس صورت میشه یک مخرج لیمیت مخرج این صفر میشه اینی لیمیت صفر میشه اینی لیمیت صفر میشه این ایره قسمی که ایره هم گفتیم ای هم صفر شد پس لیمیت یک یعنی جذر یک جمع لیمیت یک یک است که پس مساوی میشه این یه نشته میکنم مساوی میشه یک بر جذر یک 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 دو یک بر دو اه. یعنی به این معنا که ما وقتی که دو تابع را گرفتیم حاصل جمعی از اینا را پیدا کردیم این حاصل جمعش لایتنایی نشد به این مفهوم که باز هم یک بر دو شد و ایتون نمیتونیم بگیم که حاصل جمع دو تابه بی نهایت بزرگ بی نهایت کوچک است مثل سوال اول نه میتونه که بی نهایت بزرگ نباشه و بی نهایت کوچک هم نباشه شاگردای بسیار عزیز لطفا سابسکرایب فراموش نکنین و این سوال ها را از شروعش تمرین کنید و بالاخره لکچر 21 را تعقیب کنید.